سلام دارم خدمت تمامی هموطنهای خوب و نازنینم، افغانهای عزیز، هموطنهای خوبم. سلام دیگری دارم خدمت تمامی فارسی زبانهای عزیز، همزبانهای خوبم. امیدوار هستم هر جای دنیا هستید همگی شما هموطنهای خوب و نازنینم و فارسی زبانهای عزیز خوب و خوش در پناه خداوند یکتا بوده باشید. صبح زیبای همگی شما بخیر. نازنینا تشکری میکنم از پیام های زیبایتان، تشکری میکنم از اینکه با ما بودید و سابسکرایب کردین و لایک کردین ویدیو ها را، تشکری میکنم کامنت های زیبا ماندید عزیزان دل، سپاسگزارتان هستم، درود بر شما. عزیزان دل، امروز با شما هستم با داستانی دیگری از دختر افغان، از شهری بغاوی یا از استان بغاوی یا از ولایت بغاوی، نمیفهمم بغاوی شهر است، استان است، چی هست. ما زمانی که من رفته بودم بغاوی، بغاوی بسیار یک روستای کوچک به نظر می آمد یا یک دهکده بسیار کوچک که حالش شاید کلان شده باشه. خب عزیزان دل، یک بیت از بغاوی هست که میگه بغاوی با دوایا با دوایا، بغاوی سرکار چشمه شفایا، کسی بره بغاوی جای بگیره، بغاوی جای نشینی یار مایا. بغاوی یک جایی از افغانستان است، یک شهری از شهر زیبای سریپول، یک منطقه از شهر زیبای سریپول که بسیار نفتخیز است و چشمه شفا که میگه در بغاوی هست و سرمو زمستان ها که میشه از امو کوهای بغاوی یا از امو تپه های بغاوی نفت سیاه یا همو تیل سیاه سرازیر میشه. خب درباره معادن و نفت و اینا ایشو قنه میگیم گاز داره و که هنوز فکر نکنم اخراج شده باشه. خب طالبا این چیزا رو نمیفهمه. اگر رئیس جمهوری گذشته می بود، تا حالی جمهوریت می بود، شاید بغاوی فعلا یک شهر بسیار کلان می شد، چون خارجی ها که می آیا اول در افغانستان فورا میرن طرفی همو کوههای بغاوی به خاطر نفت و گاز و معادنی که دارن استخراج می کنن. خب مردم بغاوی عزیزان دل زیادترشان مغول است، مغول هایی که در سمت شمال افغانستان زندگی میکنن، مثل سید آباد مغول است، مغولا پوری مغول است، یک منطقه از چارباغ که مادامان میگه خیلی مادامان مغول است و بغاوی و سوزمقلم تقریبا مغول است، مغول که شیعه هست، یعنی نه مغول پشتون، مغول فکر نکنم پشتون و تاجیک و ازبک داشته باشه، مغول هر جایی هست شیعه هست، یعنی شیعه یمو دوازده سیزده امامی، دوازده امامی یا لگان تا ایشان دو نزنه که نه ما سیزده امام نداریم، دوازده داریم. خب عزیزان، به گاه گاهی من در بین ویدیوها شوخی میکنم، کسی جدی نگیره که من هیچ کدامتان خدای نکرده با شما کدام دشمنی ندارم. مغول ها مردم های بسیار خوب هستند، مردم های زحمتکش، زیادترینشان در منطقه مغول ها و سید آباد که بودن، اینا کوچی ها هم هستند که ما همیشه پشتون ها را در نام کوچی ها، زیادترین مردم افغانستان میگه پشتون های کوچی، ولی این همه مغول ها را اگر تاریخ شب ببینی زیادتر اینا کوچی هستند. در دشتا میرن با مال و گاو و گوسفندی که دارن، میرن اونجا چراگاه میبرن، تابستان ها در اون دشتا هستن، زمستان ها میان در خانه هایشان که خانه های بسیار خورد خوردی یا کلان هم که باشه خانه های بسیار قدیمی دارن که اوقدر در خانه و اولی و تعمیر و اینا اونا فکر نمی کردن اون زمان های آله نمی فهمن. یال هم هستن خدا رو شکر، ما در بارش پرسجو کردیم. سید آباد هست، همون مغولا زندگی میکنه و مغولا هست، همون مغولا زندگی میکنه، خیلی مادامان که هست همون مغولا زندگی میکنه و همچنان بغاوی و سوزماقله. فکر کنم یکی دو جای دیگه افغانستان هم هست که مغولا هست
ولی در این جایی که من نام گرفتم کلشان مغول است و سید مغول یا مغول مغول هستن. زیادتر اینا با سید هستن که براتان بگویم ما یک سید از سید آباد، یک سید از بغاوی داشتیم، سید آقا حسین میگفت. همیشه میامد دنبال خمس و همه کمرهای بچه های ما رو بسته میکرد و که همیشه ما با این آقا مشکل داشتم، خوردم بودم. اشتکار رو جمع میکرد که ددان اشتکار همه فام تف کنه و دیگر کنه، من ده و دهش نام میدادم که خب عادت سیدا هست، همیشه میگه دهن بدبوی چتل و هزار یک رقم تبرکلوس و مرضای بدبد دارن، اینا مرض خودشان انتقال میتد همه بچه های هزارهای بچاره. و یک سید دیگه داشتیم از سید آباد که او سید یک چیز دیگه نام از او بود. این دو تا سید پیری هم منطقه ما بود که می آمد دو وقتی که می آمدن در منطقه ما، اینا مغول بودن، اوشان مغول بود، اوشان مغول بود، که می آمد اگر چیزی بر از اینا یک گندم و جو و کشمش و اینا نمی داد، اینا از اونجا می گفت من بدوا می کنم که ریشه تو خوش شوه، که بنده خدا شوهر عمه ما بخی زله شده بود از بس که بر از اینا همی سعیدی که فکر کنم یا از بغایی بود یا سعید آباد، زیاد در فکر در یادم نیست، شوهر همه هم گفته بود دیگه بخی خسته شدیم از دست شما، میعین که خمس بتیم، میعین که پیتر بتیم، میعین که برو. گفته بود سعید هسته در خود باش، ما حالا که قباله نوشته نکردیم که شما سعیدا بیاین ما را لوچ کنیم. از درش برامده بود گفته بود تا بدواید بکنم که خوشک شوی. ای بنده خدا شوهر عمه من نمیفهم مسکه سرطان داشت و نداشت، سرطان روده، که یک دفعه ای بعد از یک سال فهمیده شد که سرطان داره. کل بسته منطقه میگفت سیدی اونم مغول، خب مغول بود چون زبانش زبانی هزارگی نبود، چه رقمی گپ میزد، قشلاق یادیات خیلی میگفت، براتان بگویم مادر کلان آنا میگفت، بخاطر عموم هم میگم اینا مغول بودن. کلگی میگفت وی سعید اینمی از خانهش گیریانده برا کشید، دعای سعید گرفت، و اگر نه دعای سعید اگر میگرفت خب همی طالبا را میگرفت یا همی آدم های بعد هم میگرفت. خود همی سعید ها سال تا دوزده ما رو بچارا توربا در پشتش هست، البته منظور مردم مغول نیستن، یک وقتی خیال نکنین که من شما رو میگم، سعید هایتان رو میگم، سعید هزاره و سعید مغول هر جایی هستن اینا بچارا. ما هیچ گناه نکردیم، پول که بر ازنا ندادیم، اینا ما رو بدوا میکنن. خب عزیزان، دختری از بغاوی، از بغاوی تا امریکا، امروز قصه داستانی دختری بغاوی رو براتون میکنم که دختری از بغاوی عروس میشه میایه در مزار شریف. البته ایرا میرن از اونجا میگیرن فامیلش بوده یا که خیشا یک از کدام رگبند پدر و مادرش بودن که اینا رو از مزار شریف میارن، از بغایی میارن در مزار شریف. دختر 13 ساله را که از بغایی میاره در مزار شریف، 15 سالی در افغانستان در مزار شریف زندگی میکنه، این فامیلش را دیگه نمیبینه به کلی، نه مادر زمیه، نه پدر زمیه، نه بیادر زمیه، نه خالی زمیه. خوب این دختر که میاره اینا هم دیگه ای را نمیبره، چون چرا نمیبره؟ مردم افغانستان دختره که از یک جایی میگیرن، یعنی قومیشان تامو حد هست که دختره گرفته در خانهشان میاره، زیادترینشان. البته دور از خوبا، خوبایشان خوب است، میگه فامیل شدیم و فامیل میشیم و رفت آمده ادامه داره، ولی بعضی هایشان تا همو زمانی که دختره میگیرن پیسه میته و خوبی میکنه و که دخترشان یک وقت اینا پشیمان نشون. وقتی که دختر گرفت دیگه قومی تمام، رفت آمد تمام، میگم مال خود گرفتیم، مال یعنی گوسفند، دور از جان گاو، خر، شتور، میگم مال خود گرفتیم دیگه، ما کاری در اونا نداریم، این مال از ما هست. خب اینا 15 سال در مزار شریف زندگی میکنن، صاحب 4 اولاد و که زندگی بسیار سختی از این دختر که بسیار یعنی جای تأسف است که یک قوم قومی دیگر دختر قوم گرفته بیار. خوب زیادترینشان قوم هستن که
جزا میتن. خب این دختر بسیار اذیت میکنه و آزار میته و میزنه و دسر ازی یکی دو بار مردکه، یک بار زنی بچه مامایش مچیم چیشم میگیره، دسر ازی نکاح میکنه که خوب با او جور نمی و سر از دب طلاق میگیره. بعد یک دختر دیگر رفته از شلگره میگیره دسر ازی. البته مردکه یکان لغمنان از دیگر را زیادتر داشته که دستش دانش میرسیده، وگر نه با چهار تا اولاد کس نمیتونه سه تا زن بگیره. در افغانستان میکنه به خدا پینه‌دوزش اگر پیسه داشته باشه چهار دانه زن میگیره. پینه‌دوز منظور من بوتا را برس میکنه. این مردم افغانستان مردایشان از هر چی سیر شوه از زن سیر نمیشه. خب عزیزان دل، اینا بعد از 15 سال اینا مهاجرت میکنن، میرن طرف ایران. طرف ایران میرن، اینا وضعیت زندگی از اینا خوب نبوده و بسیار این مردکه با دو زن، یکی از شلگره گرفته، یک دختر جوان و همین زنش که از بغاوی هست. ها، مردم شلگر هم، شلگر مردمش همه مغلا هست که در قدیما نامش باینقره میگفت یا باینقره، که برنجای زیادتر برنج افغانستان از همونجا میاید. او مردم هم مغول است. او را نمیفهم مردم کوچی هست یا نیست، ولی همین اطراف سریپول که هرچی ببینی مغولاشان زیادترینشان کوچی هست و خانه‌های بسیار لکس و اینا ندارن. یعنی دو فیشن خانه و تعمیر و اینا و قوابسته نیستن. مال و گاو زیاد دارن، گوسفند زیاد دارن و همو کوچی های منطقه ما، من سمت شمال هم سریپول از شبرغان به اون طرف، زیادترینشان مغولا هستن. خوب عزیزان دل، قصه کنم براتان. این دختر ایران که میره با چهار اولاد، وضعیت زندگیش خوب نبوده. این دختر خب آدم بی کس، بی نوا، بی کوی، هیچ کس ای نداشته که از این مواظبت کنه. و مواظبت چه قسمی اینه؟ کس از این طرفداری بکنه و یا کسی بگوید که های دختر فلانی است. اینی قسم که نبود در بین افغان ها بسیار لگدمال میشه، زیر پای میشه. اگر دختر به کس کوی باشه، مردای افغان دور از جان بسیار مردم بد مردم هستن، دور از خوبایشان باشن. ایره که لد و کب میکنه، ایره کدام یاد میته برزی که چرا تو شیشته هم باقم داری، خرج خودت با اولادایت خودت جور میکنی. اولادای میگه آشغال جمع میکردن و آشغال از دشتا میرفتن میاوردن و آهن پاره جمع میکردن، پلاستیک جمع میکردن و خودی ما هم سال تا دوزده ماره یا گلم میبافتم یا خورجین، ولی مردکه مره لدوکوب میکرد، پیسه های مره میگرفت، از اولادا رو میگرفت که من شوی دستم و پدر اولادای دیم. این را کدام یاد میته برش که خورجان چرا طلاق تا نمیگیری از این قطور لدوکوب میکنه. این دختر میره شکایت میکنه و طلاق شدم و ایران. بعد از 3 سال زندگی کردن در ایران این طلاقش هم میگیرم. یعنی 15 سال اونجا زندگی کرد، 18 سال با این مردک زندگی از این خاتمه پیدا میکنه، این طلاق میگیرم. یک طلاق میگیره و زمان جمهوریت بچه‌اش یک ذره کلانتر شده بوده و بچه‌اش میگه که بچه کلانش میگه مادر جان بیا بریم پس میریم مزار شریف. در ایران کار خوب نیست و مام که تو میفهمی درس اینجا اگه اونجا که خواندیم اینجا ما رو نیده کار کردن میمونه، تمام سال ما آشغال جمع کو کار کشاورزی بکو، تو هم گلم بباف، بخی کمر دقات شده، بیا مادر جان پس بریم مزار شریف. یکی مزار شریف میایه که تی اولادایشی مردکه هم دنبالی میایه که به خدا تو طلاق گرفته بودی در ایران، یا حالی آمدیم وطن هست که من تو را کش میکنم، اولادایم از پیشت میگیرم. ای در دولت شکایت میکنه که من اولادایم از پیشی میگیرم، چون 4 اولاد داشته، دوتایش دختر بوده و دوتایش بچه را خود نمیتانه بگیره و دخترها را میتانه در افغانستان که بابا باشه و سودا کنه، یعنی پدرش باشه سودا کنه. این دخترها را که میگه میگیرم و در دعوا میشه و قرار بوده که دخترها را بگیره، این بچه و مادر، بچه و دختر و مادر تصمیم میگیرن که از افغانستان بگریزن. آیا چه قسمی بگریزن؟ کجا پس برن؟ ایران پس برن؟ خب وضعیت ایران، وضعیت زندگی افغان ها در ایران خوب نیست، کار نیست، خب اقتصاد خراب و اینا. تصمیم میگیرن که بیاین هندوستان. اینا هندوستان میاین، هندوستان میاین. خب براتون خلاصه بکنم، خیلی خواهرای ما گفته که داستان خلاصه بکن که بسیار تایم نگیرن. هندوستان میاین عزیزان دل، اینا میاین در ملل متحد فرار میکنه از دست مردکی
جانوری انسان نما فرار میکنن میاین در هندوستان و دو تا بچه و دو تا دختر چهار تا اولاد اینا در ملل کیس میندازن که ما گریختیم و خب خلاصه مردکه از دنبال ادنا میاین که اولادای مرا آورده منظوری همی مرد افغان همی لوچک فقط همی دو تا دختر بوده که اینا رو بگیره ای بی غیرت برای خودش بفروشه. خب اول تا آخر اینا پدر نیستن، پدری هستن که فقط منتظر هستن که نمی دختر کلان شوه و اینا بفروشه. چون دخترهای از این یکم قد کشیده بوده و مقبول بوده، خب مردم مغول بسیار مقبول هستن، سبزه گفتم چهره پشتونا را دارن، چشمای کلان کلان و به همون خاطر اینا خودم مغول میگن و ماهار هزاره. بسیار دخترهای مقبول بودن و بچه هایشان ممتو اینا که میانده هندوستان و کیس میندازه مردکه دنبال اینا میگه که من دخترهای من میبرم این طرف برو و طرف برو. خب زن میره شکایت میکنه که من از دست همی گریختیم، دخترهای من رو میخواه ببره و من سال هاست که طلاق گرفتیم، اینیم طلاق نامه من. خب دولت این دی مردکه رو میگه کار دی زن نمیگیری، اگر کار بگیری ما زندانی میکنیم تو را، یا پس برو در کشور خودت میشین یا مشکله باشی دی زن کار نمیگیری. ولی مرد او تو نمیمانه، بار بار زنه میزنه و ایره در قصد کشت که یک روز در بین کشه ایره در سر از حمله میکنه، ای زنه بسیار لدکوب میکنه که بنده خدا دستش میشکنه و سرش میشکنه و خودی گریخته دوباره میره. یک دفعه دختری خورد از ایره همونطور لدکوب میکنه، خودش میگه بسیار خواهر سارایی یک سال در هند بود جان مرا کشید. خب بعد از اینکه 4 سال در هند می باشه این زن با اولادایش کار میکنه و سختی و در ترس و لرز و که این مردکه کدام بلا سر ما نبیاره، دوباره یک بار بچهش هم میزنه و در قصد هم بچه کلان گرفتن، نه خودش هم تنها نه با 3-4 مغول دیگر آورده بوده که هر جای گیر میکرده این بنده خدا را میزده. خب اینا معرفی میشن و که طرف امریکا و بچه کلان از بچه خورد و بچه کلان که یک روز که پدر رو میبینه که پدر در طرف معرفی نشده بود، راستی پیش از اینکه اینا در امریکا معرفی شوه بچه کلان و بچه خورد میبینه که پدرشان میگرده کوچه در کوچه. خب اینا خبر داشته که همیشه این مادر و دخترها را این پدر زده و یک بارم بچه کلان زده. این کته بیادر خوردش میگه امیره خوب میزنیم کاری میکنه میره که این مردش را گرفته ببره خود ما میگریزیم. و ای را در کدام کوشه ای که گیر میکنه که دنبال مادر و دخترهایش میگرده در کوشه های پس کوشه های لاجپت نگر بوده که نمیفهم مالیا نگر بوده. دو تا برادر یک جای میشه ای را در قصد کشت میزنه که افغان ها ای را در گیر پولیس میتوه که آبیا این که بابش کشت و خو افغان هرچی باشه میگه پدر هرچی باشه پدر هستم. ای دوتا را پولیس میگیره و ای دوتا را پولیس هندوستان میگیره. این مردکه را بسیار بد زده بوده که مردکه امو بابیش هم میگم کار خوبی کرده، ولی ای خوب دهی نشده که بچه های زن مانده و خودش با دوتا دخترش میایه. ای را که این مردکه یک هفته از بس که بچه ها زیادی را که سر زیر دست میت زده بوده که میکشم دوتا برادرها از بس که اینا در سر این عقده داشتن، ای دو تا بچه از این در زندان هندوستان میمانن و دو تا بچه از این مادر و دختر جدا میشن که اینا خبر میشن که در امریکا معرفی شده. و اینا بعد از که یک سال اینا میرفت و میامده و اینا بچه ها دپورت میشن از هندوستان که اینا پدرش زده، این بچه ها گم و گور میشه دیگه. این مادر دیگه از بچه ها خبر نمیشه که بچه ها یا میره افغانستان اینا در دست طالب میفته و در دست دولت، یا پدری به ایمان از اینا رو کدام بلا سرش میاره. ولی پدر نمیموره، میگه بوده بعد هیچ بلا نمیزنه، پدر نمیموره و پدر زنده پس افغانستان میره. فکر کنم در موقع میره که بچه ها که دپورت میشه یا از پیش میره یا از بعدن که خواهر ما از بغاوی از هندوستان میایه امریکا. اینا که میاین امریکا اینا در تگزاس میاین و تقریبا 2 سال در تگزاس میشینن. خوب مادر هسته دیگه، دو تا اولادی که در او قسمم کلان کرده باشه
دنبال اولادایش بسیار میگرده و بسیار پرسان میکنه. هر جایی که افغانا را میبینه پرسان میکنه که همچین کسی را میشناختی. سال 2021 اینا میفهمه که افغانا بسیار زیاد آمده و کدام ایده میگه که از بغاوی بسیار فامیل در ویرجینیا آمده. میتانی بوری دمو قادمونا بگردی، شاید کسی از اولادای تو خبر داشته باشه. از مزار شریف آمده، از کابل آمده. ای بنده خدا با دو تا دخترش که سرگردان و نگران میاین ویرجینیا، از هر کسی پرسان میکنه کسی سراغ ای دو تا بچه را برزی نمیده. میگه ما نمیشناسیم، هیچ ندیدیم همچین نامی را. خب که کجا شده کجا نشده خدا میفهمه. خواهر ما داستانش را فرستاده که من تقریبا حدود پنج سال و نیم است که در امریکا هستم. خواهر سارا فعلا در ویرجینیا زندگی میکنم. زندگی بعدی ندارم، زندگیم خوب است، دو تا دخترم کار میکنه، ولی خود من دستم در کار بالا نمیشه. فکر و ذکر من اولادایم هستم و دو تا بچه، نمیفهمم که اونا مرده است زنده است. خواستم امروز داستان ما براتون بفرستم و داستانی من را نشر کنین. بچه ای من یکش محمود است و یکش اسماعیل. اگر کسی میشناخت از منطقه مزار که ما زندگی ما در دشت شور بود و بعد رفتیم ایران و پس آمدیم گریختیم آمدیم هندوستان، خیلی ها در هندوستان ما را میشناختن، ولی بچه های گم شدن و گم شدن. فعلا دو تا دختر دارم که با ما زندگی میکنن و کار میکنن. خود ما فشار خونم تا حد زیاد است که اگر دروازه خانه ما کم صدا کنه فشارم بالا میره. خواهر سارا اگر نمک و روغن و اینا خوب یک بهانه هست بر من، فقط مرا چیزی که خراب کرده از درون زندگی مرا خراب کرده دو تا بچه من هست. بخاطر که من بخاطر اولادایم بسیار زحمت کشیدم. خوب هر مادری باشه، اولادایم بخاطر من در بدر شدن و بخاطر من زندان شدن که نکنه کدام بلا سر مادرم بیاره. اولادای بسیار خوب بودن، دو تا بچه بسیار انسان بودن. دو تا بچه بود که همیشه پیش من استاد، جلوی روی پدرش استاد شده بود که چرا مادر من میزنی. از روزی که این بچه ها دست راست و چپش هم میفهمید موازی به من بودن، در حالی که من بسیار از این مردکه جزا دیده بودم. ولی خواستم امروز داستان من براتون بفرستم. اگر کسی از بچه های من خبر دارن در زیر ویدیوی من کامنت کنن که من ببینم، یعنی واقعا بچه های من زنده هست یا نیست. اگر در ایران هست صدای من رو میشنوه که من مادرشان هستم در امریکا، بر من بگوین و من خبر شوم که بتانم اولادای من کمک کنم. در توانم هست که کمک کنم. ولی دو تا فرزندم گم شد که حدود تقریبا 6 و نیم سال میشه که گم شدن. هیچ خبری ازشان ندارم. خب عزیزان دل، داستان شنیدید. امیدوار هستم که خواهر ما بتانه فرزندانی که این همه سختی کشیده، خب اولاد اولاد است عزیزان، چی بد باشه چی خوب باشه اولاد اولاد است. بعضی اولاد ها بسیار خوب است، بعضی ها بسیار دور از جان، اولادی ناساله بار میان، اولادی خوب بار نمیان. ولی هر چی که باشه مادر مادر است. خدا کنه که دولادایش برسه و صدایش مردم بشنوه، کسایی که میشناسن خبری بتن یا بر ما در اینستاگرام پیام بتن که ها ما میشناسیم، که من برای از خواهر ما بگویم که آینه اولادتو پیدا شد، که اینا در تماس شون و اولادش پیدا کنن. امیدوار هستم خواهرای عزیز و برادرای محترم، کسایی که این ویدیو رو میبینید درباره از این ویدیو یک کمی دلسوزانه اگر میشناسید کامنت کنید. من چند تا از این ویدیوها دارم که خانمی فرزندانش را گم کرده بود، از خودی خواهر ما ایرانی بود و فرزندانش که افغانا بودن شوهرش افغان بود، اینی اولاداش آورده بود. من داستانش را نشر کردم و اینا اولاداش از ترکیه پیدا کردن. چند تا خانم دیگه هم همونطور که اولاداش را گم کرده بود، یکی برادرش گم کرده بود، یک خواهرش گم کرده بود، از همین طریق یوتیوب اینا پیدا کردن و مردم کمکشان کردن که اینا رسیدن. امیدوار هستم این داستانی خواهری غم دیده و غم کشیده ای ما را که این همه ظلم
قبول کرده 18 سال ده پای اولاده شیشته و با این مردک خراب زندگی کرده، با یه انسان حیوان صفت و تحمل کرده، بعدم که یکم در خوبی رسیده و یکم در راحتی اولادا نادانی میکنه و در سر پدرشان حمله میکنه و پدرم میزنه و پلیس هند اینا رو میگیره. مردم هندوستان عزیزان، دیران و کلچر ما که هست، در پدر و مادر بسیار احترام دارن مردم هند و مامو قسم است. میگه پدر هر چی که بد باشه نباید لد و کوب شوه، مادرم نباید به احترامی شوه. ولی اگر پدر مادری بد باشه، مادر نیه اما پدر، خوب عزیزان چقدر خوب است که یک بچه پدر شتن بی کنه. من امیر بامی موافق هستم، یک پدری که اول تا آخر پدر نباشه، بعد هم برای که دو تا دختر سودا کردن دنبال اینا رو بگیره کار خوبی کرده. ولی چون در هندوستان این کارا اشتباه هست و در افغانستان و در همین جام اگر پدر رو بزنه، خب اگر گناه نداشته باشه خب دولت مجازات میکنه. امیدوار هستم در کامنت کسایی که در ایران هستین، اگر میشناسین برادرای عزیز در افغانستان هستید و هست هر جای هستین، اینا مادرشان از بغاوی هست و پدرشان هم اصلیتشان از همون بغاوی هست، ولی در مزار شریف کلان شدن. اینا گفتم که مغولا بین خودشان همینطور هستن، از مزار تا بغاوی، از بغاوی تا شلگره و منطقه های سیدآباد و در سریپول که هستم و مغولا خیلی مادامان، اینا زیادترینشان زیادترینشان مغول هستن. مغولا در بین خودشان یک کمی اگر کسی میشناسن در کامنت نوشته کنید. خب نازنینا، برای خواهر ما دعا کنید و از خدا بخواین هر کدامتان که مادر هستین دل پاک دارین که این نوبتان در فرزندانش برسه. خدا کنه که هر مادری از اولادش دور است و دوریشان خداوند زودتر و نزدیک کنه که اینا در اولادایشان برسن. امیدوار هستم عزیزان دل هر جای دنیا هستین در پناه خدا باشید، کمک کنید هم نوعان خودتان را و کمک کنید خواهرای مظلوم افغانه. اینا مظلوم ترین هستن، دخترای افغان بسیار مظلوم هستن، یعنی مظلومیت تا این حد. عزیزان ما سال هاست که مردم افغانستان شیعه مذهب سال هاست که در سر و صورتشان میزنن که زینب مظلوم، امی گلسوم مظلوم، رقیه مظلوم، ولی ما از این مظلوم های قدر داریم که زهرای مظلوم، فاطمه مظلوم، صغرای مظلوم، کبرای مظلوم، این قدر مظلوم هست که نه کس صدای اینا را شنیده و نه کسی به حال اینا گریسته و نه کسی از اینا یاد کردن. اینا مردن، سختانده شدن. و امروز ما از تمامی زنهای افغانستان که مظلومانه سختن و کشته شدن و کسی یاد نکرد میخواییم یک یاد بکنم. یعنی شما زینب زمان هستین، شما گلسوم زمان هستین. خواهری عزیز ما که فعلا در ورجینیا زندگی میکنه این مظلومتر از حضرت زینب است، چون دختر پدر نواسه پیغمبر نیست کسی یادی از این نمیکنه، چون پدری از این امام نیست کسی یاد از این نمیکنه، ولی قدری مظلوم است، یه قدری هجرت کرده در کجا که نرفته، در ایران چی کارا کرده خواسته شکم اولادایش اسیر کنه، پس رفته افغانستان که در وطن خود زندگی کنه، ولی از دست شیمر، شوهر از شیمر است، با شیمر چی فرق میکنه؟ شیمر ما ندیده بودیم ولی حال ما شیمرایی را میبینیم که سر نمیبره ولی از درون یک نفر میسوزانه. سر نمیبره برای چی؟ برای که نمیتانه، میترسم. از اینا زیاد داریم. امروز خواستم براتان بگویم عزیزان دل، هموطنای عزیزم، کسایی که مثلی هستید، من مطمئن هستم اگر بهشتی باشه شما نفری اول هستین، اگر بازخوازی باشه من باورم 100% باور میکنم این قدر که شما بیبی میگین، امام میگین، پیغمبر میگین، ولی اینا مظلومتر از اونا هستن.
این را در یاد داشته باشید. زنهای افغانستان فرخونده تکه و پاره شد. کسی حضرت زینب تکه و پاره نکرد. فقط برادرش کشته شد پیشش. رخشانه در زیر سنگ ها، در زیر کلوخ و سنگ خدا می گفت. او مظلوم بود یا بی بی ها مظلوم است؟ سعی کنید همیشه مظلوم دیدین مظلوم بگوین، در حال مظلوم گریه کنین. مظلومی که سالها مظلوم بوده، ضعیف بوده، غریب بوده و هنوز هم در امریکا و جایی که مردم اینجا میای برای خود یک زندگی جور کنه و این پرپر میزن اولادایش گم کرده، اولادایش گم کرده و نی خوردنش میفهمه و نی آشامیدنش میفهمه و نی گشتنش میفهمه. کی مظلوم است امروز؟ کیها مظلوم است؟ دخترای افغان. نه عرب هستن اینا، نه سعید هستن اینا، دخترای افغان. دخترای افغان که در افغانستان مظلومانه در دنیا میاین، روز که در دنیا میاین که وی از پشت ازی هست، وی دختر شد. تا روزی که طلاق میگیره، وی طلاق گرفت. اگه مردم میگه وی بیچاره شویش کجا میشه؟ وی بیچاره اولادای از کجا میشه؟ هیچ کسی نمیگه وی جوان بود، اولادا خوب کلان میشن. وی چی شد؟ مرد از بدوایی، مرد از بدرمانی، مرد از بیکسی و از لد و کوب و از سردی های زمستان و از شکنجه های داخل خانواده ها. از چی مرد؟ میگه شویش کجا میشن؟ اولادایی کجا میشن؟ بر همو میگم دخترای افغان مظلومترین دخترها هستن در دنیا، که امروز کسی از مظلومیت اینا خبر ندارن، کسی یاد نمیکنه از مظلومیت اینا. قبرستان ها پر است. زنی که سه شب روز درد خورده در سر زایمان اولادش مرده، هیچ کسی یاد نمیکنه. سه شبانه روز درد بخور، چهار شبانه روز درد بخور، از بی درمانی و از بی در بی... کسی تو رو شفاخانه ببره که تو عمل شوی، شاید زنده بانی. کسی برای تو یک پیشکاری کنه، شاید تو رو درد طفل نکشه. قبرستان ها پر است. این کی مظلوم است امروز؟ دختری افغان مظلوم است؟ زیاد نمیگم چون خیلی هایتان میفهمم که بسیار عقیدتی و بسیار خرافاتی هستین. اینی حالا باز عمله میکنین، بعضی هایتان باز شعار نوشته میکنین، جان ما فدای فلانی، جانتان فدای فلان، فدای هر کس که هست است. من قصه جانمانتان نیستم. کسی که جانش برش که بیارزش باشه فدای یک قبری بکنه که سال هاست که مردم زیارت کرده و سجده کرده، تو جانت فدایش بکنی خوب بکن. جانت فدای سوریه کو، فدای لبنان کو، فدای عراق کو، فدای ایران کو، مره چی؟ از من فقط گب زدن است، یاد دادن و آگاهی شما مردم، که شما مردم آگاه نمیشین. خیلی هایتان بر من میگین که چرا دلت بر مهاجرای داخل ایران نمیسازم. سوالی از من میکنید که بسیار خنده دار است. میگین چرا تو دلت نمیسازم؟ من دلم میسازم برای تمام افغانا. دلم میسازم برای یک افغانی که نادان هست. دلم میسوزه برای یک افغانی که برای اولادش و زنش سالهاست از ظلم میکنه. دلم به حال امو میسوزه. میگم تو مردک، کسی که در خانه یک نفر دوست نداشته باشه، خب تو در خانه چه قسم زندگی میکنی؟ تو بچه تا که تو خود دشمن کرده، دختر تا دشمن کرده، زن تا دشمن کرده. دلم در حال امو میسوزه. چطور من دلم در حال مهاجرین نمیسوزه؟ ولی یک چیز برتان بگویم، ای دل سوختن موتو جایی را نمیگیره. دل خودی و نفر در خودش نمیسوزم. چرا؟ خب میگین ایران آزار میته، اذیت میکنه. خب چرا میرم؟ مگه دولت ایران برای ازنا ویزا روان میکنه؟ خب حالا شاید بعضی هایتان بگوین خب طالب میکشه، نه افغانستان خب نان نیست که بخوره، خب پاکستان بره. این همه مردم ترکیه رفته، خب ترکیه بره، نرن ایران، برن پاکستان، برن کشمیر، برن نپال، برن برما، نرن ایران. مگه مردم ایران بر از اونا دعوتنامه روان کردن؟
که تو میگی تو دلت نمیسازه دودش نمیدی، تو چرا میگی ایرانی ها خوب است؟ ما بار بار براتان گفتیم زمان جمهوریت مردم افغانستان از غزنی، بامیان، از تمام افغانستان پور است، امریکا و اروپا تمام جایی. چرا اینا شیشتن؟ این مهاجرای مظلوم در ایران شیشتن؟ نرن ایران، برن عراق، نرن ایران، برن لبنان، سوریه، برن یک کشور دیگه. چرا میرن؟ که من دل من بسوزه. وقتی صاحب خانت رو خوش ندارم من باشم مهمان نمیشم. چرا قدر از من میخواین میگی تو دلت بر مهاجران نمیسازه از ایرانی ها تعریف میکنی؟ من کی از ایرانی تعریف کردم؟ من حقیقت یک ایرانی رو گفتم. برادر من در ایران زندگی میکنه، خواهر من در ایران زندگی میکنه، بسته ماما و کاکا و خاله در ایران زندگی میکنه. یکش بر من پیغام نداده که ما را همسایه ایرانی ما در سرخانه ما تا شده یا ما را میزنه. جنگی میکنن خودشان از یک دیگهشان، خاله کتی ماما جنگ میکنه، ماما کتی خاله جنگ میکنه، آروس کتی خاله جنگ میکنه، آروس کتی عمه جنگ میکنه، عمه کتی یک دیگهش جنگ میکنه. من هنوز یک که بر من نگفته، گفتم بیادرم خواهرم بسته ماما خیلیم که جای دیگه از بیغیرتی نرفتم، کلشان دم کاشان و ساوه پور هستم. هنوز اونا شکایت نکردن. ولی من نمیفهمم که اینایی که از دروغ دروغ میگن که مهاجر، خب شاید بار بار براتون گفتیم آدم های بی مدرک میگیرن دیپورت میکنن. دمی امریکا اگه یک نفر بی مدرک باشه میمونه، تو خیال میکنی دولت امریکا میمونه که غیر قانونی راست راست را برو دوزی کنه و آدم بکشه و اینجا زندگی کنه؟ من حقیقتا گفتم چیه اینقدر میگین تو دلتو به حال مهاجر نمیسوزه؟ چرا نمیسوزه؟ دلم میسوزه، دلم به حال هر افغان میسوزه، ولی این نادان ها را که تو دل تو بسوزه از ما بسوزه چه فایده؟ سال 2021-2022 من یک ویدیو پوست کردم در تیک تاک، گفتم مردمی بی غیرت نرین ایران. وقتی اینقدر میگین که ایرانی ها بد است، چرا میرین؟ مگه دعوت نامه برتان فرستادم؟ برین در تیک تاک ما ببینین، هنوزم هست، هنوزم ویو میگیرم، او را مردم دیدم ایره و مرا دو میزنن که تو چرا گفتی نرین ایران؟ چرا گفتی برو افغانستان؟ خودی تو چرا نمیری؟ خب چی کنیم با شما مردم جاهل؟ خواهر من، برادر من، خودی شما افغان ها جاهل هستین که رفتین، کسی شما را دعوت نکردم. حالا من وظیفه من است که رستا بگارم من بشین و شما طرفداری بکنم و شما را بگویم که آه شما خوب هستین و مردم ایران بد هستن. نرین. امیدوار هستم دیگه اعتراضی نکنین. برین تیک تاک من رو ببینین من چقدر پوست کردیم ویدیو. او مردم نرین ایران، برو پاکستان. خب بخاطر که بیغیرت هستین، اونجا نزدیک هست، در دوزی میرین و پس میایین. برو پاکستان، از پاکستان برو هند. سختی را در خودتان بگیرین. اگر کشوری خود تو رو طالب زندگی کردن نمیمانه، خب هزار یک راه دیگه هست. چرا میرین ایران؟ هم نان میخورید و هم نمک میخورید و نمکدان هم میشکنانین. شما مردم اونمو بیخی شده براتان یک شعار. عکس خودت نیست تا دودش نام میتی ایرانی ها را، بخاطر که تو در خود ایران زندگی میکنی. در اروپا مادرت و خوهرت و بیادرات کلشان در ایران هستن. سال یک بارم ایران میری، ولی اگه عکس دیگه را میمانی مرا دو میزنی که چرا تو از ایرانی ها طرفداری میکنی، و اگه عکس دیگه میمانی دو میزنی ایرانی ها را، خودتو سال یک بار میری. من زنی را میشناسم دمی سویدن، پار سال ویدیو ها جور میکرد در باری هم ایرانی ها که ایرانی های تو بدسته، تو نجات پرست هست. چهار روز پیش ویدیویش دیدم در ایران بود، بینیش عمل کرده بود، چشمش عمل کرده بود. من نمیگم کی هست، آخه بعد از چرا میرین؟ هم دو میزنین هم میرین در کشور مردم تفریح میکنین، چکر میزنین، سودایتان هم میخرین، فامیلتان هم میبینین. آخه چرا شما مردم قدر نمک نشناس هستین؟ چرا قدر نمک نشناس هستین؟ حداقل دمو نمک احترام کنین. باز بیا بگو تو برای چرا دلت به حال مهاجر نمیسوزم؟
دنیا را مهاجر گرفته، من دلم برای حال کدامش بسوزم. در ترکیه هستین خلافکاری میکنین، در هند هستین خلافکاری میکنین، در پاکستان هستین اموتو، در ایران هستین اموتو، من تمام روز دلم در دوزدغل بسوزه که خوب از بین میرم. دلم در حال یک زن مظلوم میسوزه که ببینه از ظلم افغان ها در کجا رسیده، وسط ها مثل این. خوب عزیزان دل، امیدوار هستم که شما را خسته نکرده باشم. خب نازنینا، دوباره از شما میخواییم که در کامنت نوشته کنین نظریات خودتان نسبت به زنای مظلوم، در مظلومیت خودتان گریه کنین، در مظلومیت خودتان زجه بزنین، ناله کنین که چقدر شما کشیدین. یادت بیایه شوایی که تا صبح گریه میکردی او که فردا چی میشه، او یادت بیایه. یقدر دیگه مردم شریک نکنین. حالی که رسیدین در یک جای خوبتر، فکر کو، فکر او روزایی گذشته تان بکو که ببین چی روزهایی را دیدی. خوب عزیزان دل، در کامنت نوشته کنید نازنینا اگر من کدام وقتی ویدیویی را میمانم که عزیز عزیزش را پیدا کنه. عزیزان فقط بایی است که به خاطر خدا. شاید بعضی هایتان بگوید نه، به خاطر خدا نمی کنی تو، به خاطر خود. من زیادترین کار که می کنم برای خدا می کنم. امروز اگر از زن مظلوم دفاع می کنم برای خدا می کنم. تو بفهمی نفهمی، من در قصه تو نیستم. اما کسایی که مرا باور دارن، کسایی که میگن ها خداوند 100 سال تو را عمر طولانی بده، اولادای تو را، من در اونا باور دارم، اونمو دعای از او بس من هستم. در قصه دیگرهایتان نیستم که در حجاب ما گپ بزنین و در لباس ما گپ بزنین، در گپ زدن ما گپ بزنین. و بعضی هایتان هم میگی تو توهین میکنی، اگر این توهین حساب میکنی حساب کنم. در قصه تو نیستم، من گپ خودم میزنم، گپی که باید زده شوه میزنم، گپی که باید گفته شوه من او را میگم. خداوندیار و نگهدارتان تا برنامه آینده که بازم با شما باشم، شما را به خدای پاک و یکتا می‌سپارم. خدا حافظ همگی شما.